خب بچه ها، دوباره اومدیم با یه آنباکس دیگه و من کلن حدودا هر چند وقت یه بار میایم کلی از این محصولاتی که حالا داخل برای گیمینگ دیگه، برای ما موبایل گیمر ها هست و من تهیه میکنم و دستشون درد نکنه. سایت خیلی خوب آنتینوب اینا رو در دسترس ما قرار میدن که من به خیلی از سایت ها بچه ها قبل از اینکه حالا مثلا بخوام همچین کاری کنم، چون میدونم اینا چیزایی هن که ما گیمر ها کلا، ما گیمر ها میدونی چیه، پنکمون همیشه رو دور تنده. اینجوری بهتون بگم، حالا بچه ها قبل از هر چیز اگه لایک این ویدیو به 300 تا دونه برسه من براتون چیکار میکنم میگم. یه دونه هاد خودم میگم، هادامو براتون میذارم، یعنی هادایی که باش نفر اول جهان شدم، اون موقع بدون تریگر بازی میکردم، هاد تریگر دار و کلا یه حرکتای میذارم دیگه، میدونین داش مسعود موبایل پلیر رو براتون پنکه رو میذارم رو دور تند اشغال کنین. پس اگه لایک نکردی حتما لایک کن، اگه چنل ساب نداری حتما سابسکرایب کن و اگه هم دوست داشتی یه دونه کامنت انگلیسی برامون بذار که یه حمایتی از ما شده باشه. دمتون گرم. خب بچه ها نگاه کنین، میگم که به خیلی از ما با خیلی از یعنی قصد این کار رو داشتم که مثلا بیام خیلی از لوازم گیمینگ رو بیام براتون ویدیو کنم و ببینیم که چه جوری و بعد بتونین راحت تهیه کنین، چون خودم به شخصه از اونایی هم که الان اگر تو خونمون من بیام بهتون نشون بدم بچه، یه دونه از فنایی که دارم الان حسین برام هلند فرستاده، یه فن بلک شارک، یه فن فلای دیجی، یه فن نمیدونم وان پلاس، یه فن کلی فن دارم بچه، یه فن رد ماجیک، یعنی نزدیک 6 7 تا فن فقط تو خونه دارم از برندهای مختلف. فقط این نیست، یعنی حالا از هر آستین انگشتی بگین حالا چند مدل دارم و کلا بچه اینا چیزی نیست که مثلا بگین آره داش مسعود دور پوزش میده و اینا، نه فقط در جهت این بوده این حالا اینا رو تهیه کردم و در دسترس ما قرار دادن که این کارو بکنیم. جهت این بوده که من خودم وقتی میخواستم چیزی بگیرم، نگاه کنین من اگه میدونستم کدوم یک از اینا بهترینه قطعا اون یه دونه رو میگرفتم و دیگه این همه مثلا تکرار پشت تکرار خرید نمیکردم. ولی خب من امروز اومدم کارتون رو ساده کنم و دیگه داداشم یه اشکالی بهتون بدم. حالا برای اونایی که پنکه رو نمیخوان بذارن رو دور تند، میخوان بذارن رو دور متوسط، لگو مگو ایناشون برطرف بشه، یه حرکت دیگه هم دارم میزنم بچه‌ها، یه ویدیو کاهش لگه که قراره براتون بذارم. ولی خب بدون توضیح، بدون هیچ چیزی، اون برنامه‌هایی که حالا مورد نیازه براتون میذارم داخل چنل تلگرام. چنل تلگرامم توی کامنت‌ها و توی دیسکریپشن پین میکنم، میتونین برین اونجا توی چنل تلگرام و برنامه ها رو استفاده کنین و حالا یه توضیحات کوچیکی شاید توی چنل بدم که چجوری استفاده کنین ازشون. داداشم اینجا ناک شدیم دیگه، هر کاری تلاش خودمو کردم. این شاتگان جدیده زیاد باش حال نمیکنم. بچه بریم نزدیکای سر آنباکسیم، بریم یه آنباکس خفن از این براتون بزنم و بهتون بگم که دیگه داداشم دنیا دستی که. بچه اگر یادتون بیاد فکر کنم حدوداً یک سال پیش بود یه آنباکس براتون گذاشتم، آنباکس فن فلای دیجی بی 5، یعنی پنجش، ورژن پنجش اگر اشتباه نکنم. الان یه ورژن جدید دیگه داده بیرون بچه، این فن داداشم رفتیم نایفش کنیم چه وضعشه، یه فن، این فن بچه یه ورژن جدید داده بیرون به اسم بی 6. خب این فن حالا 20 واتی شده، قبلیه نمیدونم 12 وات بود، 15 وات بود، چند وات بود. الان این فن خیلی بهبود پیدا کرده بچه، تفاوت هر دو خودتون میتونین ببینین و مقایسه کنین. حالا بچه ها نگاه کنین این سایت، اگر من لینک سایت آنتینی بود داخل دیسکریپشن میذارم و کامنت ها، میتونین ببینین داخل سایتشون کلی لوازم آوردن و موجود کردن، یعنی واقعا سایتیه که خیلی تنوع کالایش بالاست و هر چیزی بگین دارن. حالا من یه بسته خیلی بزرگ از لیست این بچه این فن قبلی است، حالا بریم جدید نگاه کنین چه بلای سرشون رو آوردم دیگه. من چیزی که دست داشت مسعود باشه اینجوری نابود میشه به احتمال زیاد. حالا بچه ها نگاه کنین یه نکته بهتون بگم، خدایا کلی تنوع کالایی دارن که واقعا من توی هیچ سایت دیگه ندیدم اینقدر تنوع کالایی داشته باشن و کارشون خیلی درسته. درسته حالا میدونم، یعنی مثلا من خودم بچه ها دیگه میگم برین خرید کنین و اینا، حالا یه کد تخفیف هم بچه ها احتمالا براتون در نظر بگیرم آخر ویدیو، اونایی که میخوان تهیه کنن یه تخفیفی هم بگیرن و خلاصه داداشم این دیگه چی بگم. آره بچه این آنباکسشه، نگاه کنین طبعا یه دونه کابل، معمولا کابل اینا فست شارژن ها، نگاه کن چون خودشون توان 20 واتی ان اگه اشتباه نکنم، درست دارم میگم نمیدونم، 20 واتی هم. بچه این فن به نسبت قبلی خیلی صداش کمتر شده، قدرتش بیشتر شده، ولی خب حالا به نظر شخصی خودم
میتونست RGBاش مثلا رنگای بیشتری داشته باشه، حالا یه رنگه ولی خب حالتهای مختلفی داره. خنک کنندگیش یشکی مقداری بیشتر از قبلیه، یعنی مقدار زیادی بیشتر از قبلیه. و میگم حالا بازم بچه نگاه کنید، اون باکس بزرگی که برای من فرستادن که بررسی کنم، من حالا این اولین ویدیویی که گفتم براتون آنباکس کنم، این فنه که حالا قیمت مثلا تاپه، یعنی این دیگه بهتریناست، یعنی این یکی از بهترینای ایرانه. خب یعنی نیست دیگه، کسی اصلا کسی این همچین چیزی موجود نکرده تا اونجایی که من دیدم توی سایت ها. من خودم خیلی پیگیر بودم چون گوشی اسنپدراگون 888 خیلی داغ میکنه و فن خیلی نیاز دارم. این قوی ترین فن داخل بازاره و برای اونایی که پنکه رو دیگه خیلی گذاشتن رو دورتون میگم اینو تهیه کنن، اونایی که پنکه رو نذاشتن یکم کم گذاشتن دورتون، اون برنامه ها رو دارم میدم چنل تلگرام استفاده کنم، اونایی که میخوان یه خورده پنکه رو بذارن رو دورتون، یعنی یه خورده بزننش رو متوسط دور متوسط، یه حرکت دیگه براتون دارم بچه. اون آن باکس ها، منتظر اون آن باکس ها باشین که بقیه فنایی که داخل سایتشون موجود کردن اونا هم اوکیه. چون بچه نگاه کنین گوشی من دماش تا 60 درجه میره، گوشی خیلیاتون، چون من حتی ریکوردم میکنم، ولی گوشی خیلی از شما میان رده ها بچه دماشون مثلا شاید 10 درجه 15 درجه بیشتر بشه، که اون باز برای اون سی پیوی شما خیلی زیاده. ولی خب میگم مثلا اون فنهای ارزون ترم برای کار میان رده ها اوکی هن، یعنی یه چیز حریق حقیه. حالا دقت کردیم بچه چه بلای سر اون فن قدیمی آوردم، حالا نمیدونم این فنه رو داداشم نمیذارم اینجا عذاب نمیکشه قطعاً. ولی خب خلاصه بچه نگه کنیم، فن کلن چیزیه که خیلی روی لگ بازیتون تاثیر میذاره، یعنی مثلا اگر ریکورد کنین دیگه قطعاً به یه دونه فن نیاز داریم. ولی خیلی هستیم به میدونم خیلی آمون، یعنی کلن خدای اول ویدیو هم گفتم ما کلن گیمرها همیشه پنگمون رو دورش. بچه این نگاه کن، این سبک پلیرها رو بدم میادا، نگاه کن میام این ور این ور رو خط گرفته، میام اون ور اون ور رو خط گرفته، کلن مثل مارمولک چسبیدن به دیوار، یعنی نمیدونم با اینا با چی کار کرد، من اصلا بدم میاد. نگاه کنید اومدم برم اون ور که اون ور خطمو بگیره، دیدم هنوز ایوه، اصلا خودش هم گیج شده بود. دیدین چون صدا پای اشتباه بهش دادم خودش هم گیج شده بود. خیلی زشته این حرکت، یعنی بخوای خط بگیری فقط به یه دیوار بچسبی و اینا، خیلی حرکت زشتی. بچه این فنا حالا یه برنامه دارن به اسم فدای دیجی گیم سنتر، یا همچین چیزی اگر اشتباه نکنم، که توی اون قسمت میتونین برین اوورکلاکش کنین. و اگر دقت کردین اول ویدیو بهتون نشون دادم که میتونین سرعتاشو روی سرعتهای مختلفی بذارین. و این فن من واقعا به نسبت فن قبلی هیچ صدا و هیچ نویزی نداشت که بخوام بگم آره مثلا مشکل سازه یا قرار دشواری براتون پیش بیاد. نگاه کنین بچه یه چیز دیگه ای که خیلی زشته، نگاه کنین حالا اینجا رو خودتون دقت کنین، من هر روز صدا پا دونستم، فقط ببین این حرکت چقدر زشته. دو نفر تو چمنا بودن، داشتم خدایی چرا اینجوری بازی میکنین، چی بهتون میدن، مثلا منم زدین چی بهتون میدن خدا وکیلی. خب خلاصه بچه اینجوریه که بهتون بگم، خیلی نویزش نسبت به سری قبلی کمتره و توی اون اپ اگر بخواین برین میتونین سرعتش کم و زیاد کنین و میتونین مثلا رنگ بندی و حالتهای نورش رو عوض کنین، که توی ورژن قبلی این فن، حالا یه مقداری شاید توی این ورژن جدیدی که بیشیشه بهش دادن، این بوده که مثلا سادگی و شیک بودن رو بهش اضافه کنن. توی ورژن قبلی رنگای خیلی بیشتری توش بود و میتونستی خیلی بیشتر مثلا چیزش کنی، ولی نمیدونم حالا توی این ورژن ایدهشون چی بوده که اومدن فنر رو یه مقداری ساده تر و شیک تر و حتی مثلا چطور بهتون بگم نویزش رو خیلی کم کردن. شاید مثلا خیلی فیدبک گرفتن که نویزش مثلا آره به نسبت، آره میگم اون فن قبلی بی پنجه خیلی نویزش زیاد بود، ولی خب دیگه حالا نسل جدید فنایی که دارن میان بیشتر مثلا 20 وات به بالا میشن. خلاصه بچه اگر میخواین این فن رو تهیه کنین، اگه پنکتون گفتم خیلی رو دور تنده، همین الان بدون درنگ برین فن رو سفارش بزنین و بیاین بگیرین. و میگم این سایتی هم که من دارم بچه بهتون معرفی میکنم سایت من نیست و فقط در جهت اینه که مثلا میگم تولید محتوایی باشه برای خودم. مثلا من خودم قبلا میگم میخواستم یه چیزی رو تهیه کنم، اصلا تو ایران توی هیچ جایی پیدا نمیشد در رابطه با اون یه توضیحاتی داده باشن یا بگن که آقا مثلا این چجوریه چجوری کار میکنه، میدونی چی میگم. حالا این فن رو نگاه کنین چه بلایی سرش آوردم، بیاین اینم تست کنیم بچه. این فن دماش تا 1 تا 0 میومد، خب این فن نسل جدید تا منفی 3 درجه هم میاد.
ولی بستگی داره دیگه این فنو، مثلا هوای محیطتون هم باید سعی کنید، نه اینکه مثلا بری تو دمای اهواز، توی هوای اهواز بیرون توی خیابون بشینی بخوای مثلا با این فنا کار کنی، اون قدی بعید میدونم تو اون هوا تاثیر داشته باشن. در کل حتی اون فن پنکیک هم بعید میدونم، اصلا کلا اونجا نباید الله آباد املت بشکنی تو زمین، نمیدونم این چیزا زیاد دیدم. خلاصه بچه ها نگاه کنین چیز حقیه، این فنم من اینجوری ترکوندمش، دماش تا منفیه دو میاد. آره دیگه داش مسعود کلا میزنه همه چی و له و لورده میکنه، داداشم چه بلایی سرش اومده، جانبازی گرفته. خلاصه بچه ها دیگه اینم اینجوری، حالا تفاوتشون هم خودتون میتونید ببینین. نگاه کنین اون آر جی بی هاش اینجوری تک رنگ آبیه، این آر جی بی هاش رنگارنگه و نویزه. حالا اینجوری هم بچه، یه نکته دیگه هم که داره، اینطوری میتونین بچسبینش پشت گوشیتون و از چپ و راست نگاه کن، اونایی هم که تریگر پلیرن مشکل ندارن، حتی اونایی هم که تریگر پلیر نیستن یه مقداری باید یه هولدر داشته باشی پشت دستت دیگه، میکنین قشنگ این همه جا هست، هم میتونی تریگر بزنی هم فلان. ولی خب این گوشی قدیمی که من داشتم میتنه، دوربیناشون خیلی رو مخن دیگه، یه جورایی تریگر خورشون کلا اصلا مورد داره. خلاصه بچه ها اینو بهتون بگم که آره دیگه، پنکه رو بزنین رو دور تند اگه میخواین تهیه کنین، خیلی فن حقیه، یعنی چیزی نیست که ازش بخواین پشیمون بشین بعدن، خیلی چیز خفنی، یعنی اینو اگه بگیرین دیگه به هیچ عنوان لگی توی گوشی های میان رده به بالا پایین رده ها میگن فریز نمیشن، این بازی بازی نیست برای گوشی پایین رده، برای میان رده ها خوبه. گوشی میان رده دارین، سلامت باتریتون براتون مهمه، اینا همه میتونین فن استفاده کنین. نگاه من اگه خودم 10 تا فن تو خونمون نداشتم، خب هیچ وقت نمی اومدم به شما بگم که برین مثلا برای گوشیاتون فن بگیرین، و این واقعا پیشنهاد خودمه که میگم حتما یه دونه فن تهیه کنین. حالا اگه سلامت باتریتون براتون مهمه، اگه لگ نداشتن و فریز نشدن و اینا براتون مهمه، حتما یه دونه فن برای گوشیتون تهیه کنین. و نظر شخصی اینه اگر میخواین پنکه رو بزنین رو دورتون، حتما این فن رو بگیرین، چون این میگم جزء وی آی پی های سایتشونه و میتونین اینو بگیرین دیگه، از این خفنتر نیست فعلا، حالا تا بعد موجود کنن شاید بهتون اطلاع بدم که بگم اونو بگیریم، ولی خب فعلا خفن ترین 20 واتیه بچه ها. دیگه از این چیزتر باتری چیزتر وجود نداره، بعید میدونم دیده باشم. و خلاصه اینم گفتم آنباکسش رو بذارم با هم ببینیم داداشم، دیگه ویدیوهای بعدی ببینیم چی باشه. ویدیوی بعدی میگم که لایکر رو بهتری کنیم بچه ها. یه دونه براتون چیز میخوام بذارم، هادو اینا، گرچه که الان میگم هاد نگاه کنید پینگم رفته رو 200 داداش خدایی، اصلا یه چند روزی اینترنت خیلی بد شده. میگم گرچه که الان بچه هاد دیگه چیزی نیست که موبایل پلیر را اکثرا استفاده کنن دیگه، مثلا مثل قدیم نیست الان، همه چون مثلا دیگه خیلی آیپد پلیر شدن، خیلی از موبایل پلیر هم تریگر پلیر شدن و دیگه مثلا شیش انگشتی همه دارن شیش انگشتی بازی میکنن، این یه تفاوت خیلی کمی. گوشی هم که همه داره، گوشی هم نسبت به آیپد واقعا قوی میشه، گوشی های نسل جدید. خلاصه حالا من سعی میکنم همه جوره براتون هاد بذارم، یعنی یه هادی که هم مخصوص تریگر باشه، هم مخصوص، یعنی اون هادی که من خودم حتی باش نفر اول دنیا شدم و کلا یه حرکی پنکه رو میذارم رو دور تون براتون، اینجوری بهتون بگم کلی آموزش خفن قرار براتون بذارم. بچه لایک و کامنت و سابسکرایب و اینجور چیزا فراموش نشه، دمتون گرم. اونایی که تا اینجای ویدیو دنبال کردن ویدیو رو، میدونم چیزی نیست که هر همتون بخواین بخرین یا همتون بخواین مثلا تهیه کنین، خدایی خدایی دارم اینجا از اونایی که تا اینجای ویدیو، یعنی ویدیویی که واقعا میدونم به کار همه نمی اومد، یعنی مثلا فقط شاید نزدیک مثلا 50% از بچه ها بخوان یا توان تهیهش رو داشته باشن، البته که همه توان رو دارن، چون میگم حالا صبر کنیم بچه ها، برای اونایی که توان مالی اون بالا رو ندارن که بخوان مثلا حالا همچین فنی رو تهیه کنن، یه چند تا حرکت دیگه، چند تا چیز دیگه میخوام بررسی کنم براتون میذارم، اونا هم بهتون میگم کدومش بهتر بوده که کدومش رو بگیریم، یه چند مدار باتری خور و اینا، یه داستانایی هست دیگه. بچه خیلی عشقین تا اینجا ویدیو دیدین، دوستتون دارم، خیلی عشقین تا ویدیو تا دور دیگه، طبق معمول بوس بار.